در گذشته آغاز جنگ با کره‌خونی و شیپورزنی اعلام می‌شد. در عصر ارتباطات اما گویا کره‌خونی‌های قبل از جنگ جمهوری اسلامی آمریکا در توییتر مقاماتشون جلوه کرده. این درگیری مجازی از قتل قاسم سلیمانی شروع شد و با حمله موشکی بدون تلفات سپاه به پایگاه آمریکا ادامه پیدا کرد. حالا ترامپ توییت کرده اگر جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی یا منافعشون در عراق آسیب برسونه، هزینه بزرگی خواهند پرداخت. ظریف هم در توییت تهدیدآمیز به رئیس جمهور آمریکا پاسخ داده، ایران جنگی رو شروع نمی‌کنه، ولی کسی که جنگ رو شروع کنه رو ادب می‌کنه. در هفته‌های گذشته آمریکا به ده‌ها موضع از مواضع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی حمله کرده. جمهوری اسلامی در مقابل عملاً فقط شعار داد و تهدید کرد. حالا با جنب و جوش نیروهای آمریکا در عراق و خلیج فارس، رسانه‌های سپاه نیز احتمال درگیری فراگیر ایران و آمریکا رو بیش از پیش دونستن. نظر شما چیه؟